عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و همکاران محترم. باعث افتخاری که در خدمتون هستم. با لایو امشب یه مقدار صبر میکنیم تا حالا بقیه دوستان هم تشریف بیارن و در خدمت استاد عزیز و گرانقدر استاد دوانی بزرگوار باشیم. تشکر میکنم از مؤسسه ماهر که لطف کردن تدارک دیدن این لایو رو با یکی از موضوعات جذاب و جدید که بحث مالیات همیشه خب جذابیت‌های خاص خودش رو داشته و حالا تغییرات خیلی سریع که به وجود اومده میتونه این جذابیت‌ها رو خیلی خاص‌تر کنه، مخصوصا تو این برهه از زمان. به خاطر همین باعث افتخاره که در خدمت استاد بزرگوار استاد دوانی گرانقدر هستیم، استادی که بالاخره بحث تاریخچه مالیات ایران رو کاملا تسلط دارم و همیشه من خودم در سر کلاسای ایشون که شرکت میکنم بابت اون بحثایی که از تاریخ شناسی مالیات مطرح میکنن بسیار لذت میبرم و رفرنس هایی که از قدیم الایام میان در رابطه با تک تک قانون ها مطرح میشه واقعا لذت آفرینه. ایشالله حالا تو لایف که ایشون رو دعوت کردیم سعی میکنیم حتما از ایشون یه چند تا درخواست هم داشته باشیم که قطعا میتونه واسه آینده مالیات شناسی دوستانی که به این حوزه علاقه مند هستن خیلی مثمر ثمر و مفید باشه. قطعا از ایشون هم خیلی از زمانها کمک گرفته شده، دولت مجلس برای موضوعاتی که برای اصلاح قانونها تو ادوار مختلف وجود داشت، یکی از دلایلش هم همین شناخته کافی و وافی هست که ایشون به بحث مالیات داره. من با اجازه شما از ایشون میخوام دعوت کنم تشریف بیارم. بزرگوار، من ایشون رو اضافه میکنم. فکر کنم یه چند لحظه صبر کنیم. بله استاد دوانی عزیز. استاد دوانی عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. فکر کنم دوربین گوشیتون به اون سمت، اگر دوربین سمتش رو درست کنید ما میتونیم در خدمتتون باشیم. خب حالا تا استاد دوربین گوشیشون رو تنظیم کنن، حالا بقیه دوستان هم انشاءالله اضافه میشن و با یه مبحث خیلی جالب. بالاخره مبحث مالیات یه مبحث خیلی جذاب هستش و اینکه بتونیم زودتر این مسائلی که در طرح جدید قانون مالیات ها مطرح میشه رو ما بالاخره کلیتش رو بدونیم بسیار میتونه مثمر ثمر در امور کاری دوستان، مشاوره دوستان و حالا حسابداری و حسابرسی که هستن قطعا خواهد داشت. حالا تا استاد بزرگوار یه بار دیگه درخواست بدن و ایشون رو بیاریم بالا و در خدمت ایشون باشیم. پس ما امروز با بحث لایحه جدید قانون مالیات های مستقیم در خدمتون هستیم. لایحه‌ای که یه چند روز پیش میشه گفت اومد بیرون، 4/3/1401 یعنی 4 خرداد ماه اومد بیرون و به نظر من، حالا اینو می‌خواستم از استاد بپرسم، به نظر من تغییرات چشمگیری تو این قانون وجود داره حتی نسبت به سال 95 که نسبت به سال 80 تغییر پیدا کرد، خیلی تغییرات چشمگیری وجود داره. حالا اینو از زبون استاد بعد بشنویم. من دعوت کردم از استاد بزرگوار یه چند لحظه صبر کنید. استاد بزرگوار شما به لایف اضافه شدید ولی کماکان دوربینتون به سمت مقابل هست.
اگر جهت دوربین رو تغییر بدید ما میتونیم کاملا شما رو زیارت کنیم. حالا استاد باز فکر کنم خارج شدن تا بحث دوربین گوشیشون رو به این سمت کنن که انشالله درست بشه و در خدمت ایشون باشیم. من سعی میکنم سوالات متنوعی در رابطه قانون مالیات های جدید از ایشون بپرسم. حالا خودم هم مطالعه‌ای که داشتم دیدم که یک حالا این حالا طرح دیگه حالا تا بخواد تصویب بشه ممکنه که خیلی طول بکشه یا تغییراتی داشته باشه، ولی موضوعات بسیار جالب و قابل توجهی توش وجود داره، مثل اینکه مثلا بحث استانداردها دیدید چقدر تحول توش به وجود اومد. این بحث قانون مالیاتی هم کلی تحول و به نظر من قطعا داخلش خواهد داشت که انشالله بتونیم امشب در خدمتون باشیم و خوبی استاد عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، انشالله که سالم و سلامت باشید، ما منتظرتون هستیم. یه سلام علیکی داشته باشید با دوستان تا بحث هامون رو شروع کنیم. استاد بزرگوار صدا نداریم، ما استاد صدا نداریم، صدا نداریم استاد. الان و الان یه لحظه صدا اومد، صدا خوبه؟ آره الان اوکی شد، الان اوکی شد. بسیار یه سلام علیک اولی تا من موضوعات امروز در خدمتتون باشم. شب بخیر دوستان عزیز و امیدوارم که امشب بتونیم یه بحث خوبی رو راجع به اصلاحیه جدید قانون مالیات با هم دیگه داشته باشیم. خیلی ممنون. من اول یه موضوعی رو مطرح کنم استاد اگر اجازه میدید. خب شما فکر کنم خارج از ایران هستید و حالا موضوعی که میشه، من خودم به شخص خیلی لذت میبرم که شما حتی نیستید داخل ایران، ولی همیشه پیجتون تو فضای مجازی همیشه شما اولین نفر هستید. خیلی وقتا من اسکرین شات میگیرم از بالاخره پیج شما و میرم بعدا مطالعه میکنم. خیلی واسه من جالب توجه اینقدر حضور شما تو فضای مجازی، هرچند حس میکنم یه سریا شاید دوست نداشته باشم حالا مثلا شما خارج از کشورتون هم تو فضای مجازی بودنتون این مشارکتتون رو حس میکنم شاید مثلا دوست نداشته باشن شما اینقدر هنوز تو حرفه بتونید بخواید حضور داشته باشید و بالاخره ما مطالب از شما یاد بگیریم. این یه نظری در رابطه با این مورد میفرمایید؟ ببین من که رقیب کسی نیستم، نه کاندید انتخابات مدام دولا. بعضیا فکر میکنن که دوست داشتن یک کسی یا کشور به بعد مسافت، از همونا باید پرسید اگر مثلا شما بچه‌هاتون میره خارج دوستش ندارید؟ چون شاعر از قدیم گفته که چون در یمنی چو با منی پیش منی، چون پیش منی چو بی منی در یمنی. اولا من کشورم مطمئنا بیشتر از اوقایم دوست دارم، دلیلش هم اینه که هزینه شو دادم برای یک کشور. یعنی اون آقایون معلوم نیست به نظر من اونایی که دارم میگن آدم هایی هستن که کوتاه‌قدن، خیلی هم نگرانشون نباشید. من معتقدم که نسل جوانی که اومده سر کار که نظرش هم میتونه خود شما باشه دیگه جایی رو برای سنتی هایی که هنوزم ایمیلشون و منشیشون باز میکنه نده. تای قضیه هم اینه که یه روزی رضا برنه یه حرف خوبی زد، گفت که ای مگر عرضه سیمرغ نه جولانگه تو، ارض خود میبری و زحمت ما میداری. من در خدمتتون هستم، من همیشه ایران هستم، خیال دو راحت. بزرگواری من که رفتم برگشتم، بنابراین من همیشه ایران هستم. درسته، من که دقیقا این حس رو دارم و تقریبا هر روز میشه گفت که بالاخره با از طریق شما داریم ما یه موضوعاتی رو یاد میگیریم. من امشب خیلی باعث افتخارم هست که بحث این قانون جدید و اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم رو در موردش صحبت میکنیم. واسه من باعث افتخاره و قطعا دوستانم از این لایف لذت خواهم برد به خاطر اون جدید بودن موضوع. من سعی میکنم تقریبا حالا سوالاتم رو حداقل تو 20 مورد خدمت شما مطرح کنم و شما هم مدیریت بفرمایید که بتونیم تو این کمتر از یک ساعتی که زمان داریم حالا موارد اصلی که تغییرات تو قانون هست رو خدمت دوستان باشیم. در وهله اول میخواستم در لایحه
جدید قانون مالیات ها و اون طرح عایدی سرمایه صحبتی داشته باشید که به چه شکل هست، با هم تعارض داره یا بالاخره همسو هستن، و کلیت چیه صحبتی بفرمایید، ممنونتون میشم. قانون مالیات ها یک ابزار توسعه اقتصادی تلقی میشه، یعنی با قانون مالیات ها که رفتار آدم ها رو عوض کرد. مثلا در کشورهای اروپای شمالی وقتی یه بچه میشه 18 سال، اگه تو خونه پلو به در مادرش تو دانمارک بمونه بهش 300 فرو میدن، ولی اگه بره بیرون زندگی مستقل پیدا کنه 800 فرو میدن. تحصیلات هم میبینیم اونجا تا مفتی دکترا مجانی. بنابراین جوان وقتی شده 18 سالش، برای که اون 800 فرو بگیره میره با دختری که دوست داره با هم یه اتاق میگیرن یا خونه میگیرن، دو تا 800 تا میگیرن، زندگی میکنن، بار پدر مادر دیگه نیستن، استقلال. یعنی قانون مالیات ها ابزار تشویق جوان ها به استقلال بود. ما از قانون مالیات ها فقط مالیات ستانیش تو ایران یاد گرفتیم، یعنی فقط مالیات میگیریم، نمیدونیم چه کار باید بکنیم. ما بهترین قانون مالیات ها ما قانون مصوبه سال 45 بوده که تا سال 68 دوام بود. ما در سال 80 اومدیم برای که اصلاحات انجام بدیم. ما که نه، یعنی قانون مالیات یه بندی رو در قانون حذف کرده مثل ماده 129 که مجموع درآمد اشخاص در همه جای دنیا، برای که بگن یه شهروندی آدم درستیه، نمیگن زنت کیه، بابات کیه، ننت کیه، میگن اظهارنامه مالیاتی بعدش بگید. توی الان اتهامی که به ترامپ دادن، فارغ از این دعوایی که با حمله طرفداراش به کنگره، اینه که میگن از نظر مالیاتی ایشون آدم سالمی نیست، دروغو. نمیگن ایشون مثلا کارای خلاف کرده، زنباره بود، اینا تو روزنامه کیان ما می‌نویسن، اونجا کاری به این کارا نداره. اونجا میگن آقا تو رئیس جمهور مملکتی، مردم میگن مالیات بده، خود دروغ گفت. بنابراین از ایران هم از بعد از سال 80 این بحث بود که ما بیاییم مجموع درآمد رو برگردونیم، به خصوص بعد از تحریم دوم که دولت همه این درآمدش کم شده بود، بحث اصلاح قانون مالیات ها جدی بود. اما هر بار که میرفتن پای اصلاح، از نگرانی بازار و مردم جا میدن. الان ظاهرا دیگه میگن ما نگران نیستیم دیگه، دندمون پهنه، فوقش پوشمون میدن دیگه. ضمنی که یکی از مسائلی که مورد اعتراض ما هم هست اینه که آقا در کشوری که متورم تورم بالای 40%، شما از بعضی چیزا میخوای مالیات بگیری که اسمش مالیاته، نمونهش تورمه. تورم از دیدگاه اقتصادی یه نوع مالیات پنهانه، یعنی وقتی شما دارایی منو یک سال 40% میندازی پایین، یعنی 40% از من داری میگیری. حالا شما از خود تورم هم میخوای مالیات بگیری، مثلا میخوای از خانه من مالیات بگیری، از نمیدونم افزایش قیمت خونه من اینا میشه مالیات بر مالیات، و به نظر غیر منطقی میاد. بنابراین ما میگیم زمان جراحی این قضیه در سطح فعلی درست نیست، والا آقایون که طرحشون دادن. ببین مالیات و معدی رابطهشون مثل رستم و رخت شاهنامه است. یک مثال استعاری بزنیم. ببین همه کسانی که شاهنامه رو میگن، شاهنامه خوندی، میگن بله. چی بلدی؟ شاید خیلی بلد نباشن یه شعر شاهنامه رو بگن، جز اون توانا بود هر که دانا بود، ولی همه میدونن یه داستانی داره به اسم رستم و رخت که این دوتا از همدیگه جدا نمیشن. شما نمیتونید بدون توجه به معدی مالیات بگید. حالا با این چارچوب آقایون یک اصلاحیه رو از دوره آقای روحانی مطرح کرده بودن، عمل نکردن تا اینکه الان جدی شدن که این کارو بکنن. ضمن اینکه قانون مالیات ما یه نقطه ضعف اساسی که داره اینه که علارغم که قانون حاکمیتی فراکنده است، یه بخشی تو قانون احکامه، یه بخشی تو قانون برنامه است، یه بخشی توی لایحه عایدی سرمایه است، یه بخشی تو همین لایحه که اخیراً رفته. خب بابا یه کاسهش کنید، شما که یه دولت شیشت دولت نیستید که یعنی منی هم که مالیات میخوام بخونم، بردن میخوام بگم، به اصطلاح درس بدم، بعضی موقع میمونم که حالا کدوم ماده رو کجا برم. از جمله همین لایحه، این لایحه وسطا شما رو ارجاع میده به لایحه عایدی سرمایه. خب مگه نه این که الان دارید بررسی میکنید، اونو بیارینش تو همین، خلاصش کنید دیگه. این چارچوب است که به نظرم مطرح شده و در واقع میخوان که یک درآمد پایدار برای همیشه داشته باشن. این درآمد پایدار درآمد نفت و گاز نیست، چون نفت و گاز تحت تاثیر قیمت‌های بین‌المللی و تحریمه، ولی مالیات نیست. کما اینکه الان دورانی که تحریم هست، درآمد مالیاتی نه تنها بیشتر شده، بلکه از درآمد نفت هم بیشتر شده. آقا این یه نکته هم باید توجه کنن، هر دولتی مالیات میگیره باید پاسخ خوب.
ما دولتی در دنیا نداریم که مالیات بگیره ولی مردم پاسخ نده. یعنی مردم اینقدر خودشون میدونن که میگن از جیب ما داری پول برمیداری، باید ما جواب بدی. همونطور که اگه زن من از من بخواد بگه مثلا حسین 10 تومن بده، میگه پرسن برای چی میخواد. درسته که زنا رئیسن ولی بالاخره ما دوزکی که میپرسیم برای چی میخواد. اینجا مثلا دولت گفت خب شما که عمو میخوای پول بگیری چیکارش میخوای بکنی؟ اگر مالیات بازخورد داشته باشه مردم تشویق میشن بده. یعنی مثلا من ببینم رفاه اجتماعی ایجاد میشه، سلامت درمان هست، امنیت هست، خب تشویق میشن بدم مثل همه جای دنیا. بازور تا حالا کسی نتونست مالیات بگیره. من خواهش میکنم یه محبت هم میفرمایید در رابطه با همین طرح آیدی سرمایه‌ای که حالا فرمودید یه توضیحاتی بدید که حالا هم بنده هم دوستان در چارچوب موضوعاتش رو بدونیم که رو چه موضوعاتی تمرکز داره. ببینید که اشکالات در موضوع همه ما در ایران اینه که چون دسترسی به اینترنت دارید تا شب قبل میدونید دنیا چه خبره. آقایون میرن سرچ میکنن میگن خب در دنیا چه جوری مالیات میگیرن، همه مالیات رو بدن. در 1985 این قانون مالیات بر آیدی سرمایه در آمریکا که قبلش هم به یه نوعی دیگه بوده مدون میشه. ولی فراموش نکنید که آمریکا هیچگاه تورم دوررقمی نداشت. یعنی مثلا همین الان که میگن بالاترین تورم در عرض 40 سال گذشته که آمریکا کیه؟ در حالی که شما در ایران اصلا تورم 6 نداشتید تا الان بعد این دارم. یعنی شما نمیتونید در واقع در کشور متورم برید سراغ آیدی سرمایه. آیدی سرمایه یعنی هر آنچه شما دارایی دارید در زمانی که میخواییم بفروشید ما با تفاوت فروش و خریدش مالیات بدید. اولا در همه جای دنیا یعنی در آمریکای شمالی که حداقل من اطلاع دارم، آمریکا، کانادا، حتی استرالیا و انگلستان، 50% آیدی سرمایه مشمول مالیات میشه، نه همه. چرا؟ میگن کپیتال گین تو دلش تورم انباشته سنوات قبل رو میذاریم بیرون. اگه خونه من یه روزی بوده 10 ریال امروز شده 1000 ریال، همش که گین نیست که، همش که سود نیست که. چون ما همین الان میخوام تبدیل به ارز کنم میتونم بزنم روش. بنابراین این چیزی که در ایران دیده نشده و آقایون میگن ما چون نرخش رو آوردیم پایین دیدیم، ولی به نظر من ندیدن. یعنی حتی اگر به ترکیه نگاه میکردن بهتر میتونستن عمل کنن. این آیدی سرمایه یه نوع مالیات بر ثروت و داراییه که جایگزین در واقع مواد 3 تا 17 قانون مالیات آخر شد. بسیار من همینجا این نکته رو تأکید کنم، همین بحثی که الان من میکنم با آیدی سرمایه هنوز تصویب نشده، ولی من معتقدم حسابدارا، مدیران مالی، مشاوران مالیاتی از قبل باید بدونن. بسیار عالی، خیلی ممنون، لطف کردید. حالا سوال بعدی که مطرح هست، حالا بریم رو همین لایحه جدید قانون مالیات ها که کلیتش به چه شکل هست و تغییراتش شامل چه آیتم هایی میشه، یه کلیتی بفرمایید. ممنون. تقریبا میشه گفت که تقریبا همه این مواد قانون مالیات ها رو شامل شده، یعنی از اشخاص حقیقی شامل شده، حقوق و مزایا ملک شامل شده، فعالیت کشاورزی مشمول شده، مالیات شرکت ها مشمول شده، مالیات 129 هم که در واقع میشه گفت چشم اسفندیار قانون مالیات قبلی بوده اینجا درست شد. من کلیات توضیح بدم اینجوریه که اولین در واقع از خود قانون مالیات شروع کنیم، بخش املاک که مثل سابق نقل و انتقال املاک به قیمت منطقه‌ای نخواهد، بر اساس کپیتال گین با اون معافیت هایی که توی لایحه پیش بینی شده. حالا بحث اون تو لایحه امشب نیست، ولی به هر حال دیگه اونجوری نیست. چون الان میدونید که در واقع بهشت به ساز و سوجات ایران، شما میتونید یه ملک مسکونی در خیابون فرشته بفروشید مثلا 300 میلیون بعد به قیمت منطقه‌ای که حداکثر مثل 30 میلیون تومان الان 5% منطقه‌ای مالیات بده. طبیعیه که کارخونه دار تولید کننده تشویق میشه بده تو مخزن. شما از ابزار مالیاتی میخوای استفاده کنید که بازار ساخت و ساز رو قانونمند کنید. این که آیا میتونی یا نه، خب تا الان که نتونستن، بعید میدونم بعدا بتونن. چون یادتون باشه قانون مالیات یکی از ابزارهای کنترلی اقتصاده. همه مملکت که مالیات نیست که. به نظر میاد آقایون اشتباه گرفتن، فکر کنم همه مملکت مالیاته. نه ببینید، اقتصاد یه زنجیره‌ایه که مالیات یکی از زنجیره کلوفتش، همین، همه زنجیره نیست. پس نقل و انتقال ملک مشمول شده، معافیت 150 متر از بین رفته، معافیت مجتمع های بیش از 3 واحد طبق الگو بسازن معاف می‌شدن، اجاره از بین رفته،
مالیات اجاره برقرار شده، یعنی اشخاص حقوقی که ملک و اجاره می کنند 15% مال و اجاره رو باید علل حساب بریزند. همه رو موکول کرده به اینکه در آخر من وقتی مجموع درآمد رو میبینم اگر کم بود یا زیاد بود میگیرم. حالا باید ببینیم با این سیستم مالیاتی ما واقعا این سیستم کشش این کار رو داری یا نه، چون من همین الان به نظرم میاد که سیستم یه سری جفایی داره که مشکل ایجاد خواهد شد. درست. خدمت شما، حالا قبل از اینکه شما تشریف بیارید، من خدمت دوستان که گفتم، حالا من یه مطالعه جزئی که داشتم حس کردم تغییرات این قانون خیلی زیاده. حالا نمیدونم شما هم با این نظر من موافق هستید که این تغییرات خیلی زیاد هست؟ بله، در همه فصول قانون مالیات تغییرات ایجاد شده. این وقتی میگه مجموع درآمد یعنی که در همه فصول از این ملک درآمد، در مورد درآمد صدا داری میکنی؟ نه صدا خوب هستش. حالا بله بله بفرم. ببین، اولا قانون مالیات یه نکته اساسی رو در قانون تعریف کرده، میگه من به همه شهروندان یه معافیت پایه 30 میلیون تومانی میدم. درست. بعد با این معافیت بازی میکنم، یعنی یه جایی اگه لازمه 4 برابرشو میدم، یه جایی 2 برابرشو میدم. حالا این معافیت 30 میلیونی به احتمال زیاد ممکنه تو مجلس بشه 50 میلیون، یعنی روش شونه زده بشه. یعنی همه تغییرات که پیش میاد بر اساس این معافیت پایه هست. درست. میگه همه رو من یه معافیت پایه است که تعریفش کرده، گفته معافیت پایه 30 میلیونه برای یک نفر حقوق بگیره. شما وقتی میخواین مالیات حقوقش رو بگیرید، معافیت پایه‌شو بذارید کنار، بقیه رو بگیرید. یعنی اون معافیتی که ما هر سال تو بودجه داشتیم که نمیدونم ما بیایم ماده 84 اعلام کنیم کم کنیم، برمی‌داریم این 30 میلیون رو می‌ذاریم. بعد اگر یه نفر هست، زن داره، دو تا بچه داره، برای زنش 90 میلیون می‌ذاریم کنار، برای هر کدوم از بچه‌هام 30 میلیون می‌ذاریم کنار. 90 مثلا دو تا بچه داره میشه 190 تا 60 تا 150 تا 120 تا هم خودش 180 میلیون معاف میشه بقیه اش. پس میگه ولی میگه مجموع معافیتاش نمیتونه بیشتر از 120 میلیون باشه. دقت کنین، سقف یه جایی میبند. این برای حقوق بگیرو، برای اجاره هم همین کارو کرده. میگه شما وقتی میخوای اجاره کم کنی، بعد از معافیت پایه کم کن. برای سود سهام هم همین کارو کرده. پس نتیجه گیری، ببینید نتیجه گیری من درست است استاد؟ ما همونجوری که همیشه شما تو کلاساتون گفتید واژگان مالیاتی نداریم، ولی تو این واژگان مالیاتی نداشته که همیشه شما روش تاکید کردید و من خیلی دوست دارم این موضوع شما رو، جدیدن تو این طرح بحث معافیت پایه مطرح شده که هیچ وقت تقریبا تو قوانین ما موضوعیت نداشته. درست میگم؟ کاملا درست. ما در واقع همیشه دعوامون با سازمان‌دهی بوده که ببین استانداردهای ما خیلی خوبه، چون استاندارد رو از اولش که می‌نویسن اول تعاریف رو شروع می‌کنن. یعنی هر کسی می‌خونه می‌دونه منظورش تو بحث‌های بعدی اونجا که گفته درآمد مشمول یعنی چی، اونجایی که میگه سود تلفیق یعنی چی. قانون ارشدوده اینجوریه، تعاریف داره، واژگان داره. متأسفانه قانون مالیات نداشته. تو این قانون حالا این معافیت پایه رو تعریف کرده خودش. بسیار عالی. خب بریم سراغ اون تغییرات اصلی که حالا قسمت‌های حساسش. اول از همه بالاخره به موضوع حقوق بپردازیم. اون مالیات حقوق ما زیاد میشه، کم میشه، به نفعمون میشه؟ من یادم حالا اساتید توی حالا قانون قبلی بگیم الان یا قانون فعلی که وجود داره که از سال 95 اومده، میگفتن همه جا شیه ذره سختگیرتر شده، تو قسمت حقوق نه خیلی کمک شده به حقوق بگیران. الان حالا این مالیات حقوق داره زیاد میشه یا کم میشه و به چه تاریخ هستش؟ ببینید اینکه حقوق بگیر راضی رو یا نه، حقوق بگیر دریافتی رو اصلا کاری به این کار نگیر. میگه من نمیدونم معافیت پایه چیه، نمیدونم توسعه اقتصادی چیه، چون چقدر دست من. بنابراین اگه شما تورم مهار نکنی، هر چقدر معافیت بگیر به خود، یعنی وزارت امور اقتصادی دارایی دو تا وزارت خونه بوده، قبلا یه وزارت اقتصاد بوده، یه وزارت دارایی، بعدن یکی اون بخش اقتصادیش متولی امر توسعه اقتصادی کشوره که مثلا مهار تورمی که از وظایف اونه. بخش دارایی متولی امر خزانه و مالیات. شما اگر نتونید تورم مهار کنید،
هر گونه معافیت هم بگید عملا معافیت نافذی نیست، حقوقی راضی نخواهد. طبیعتا با این قانون به نظر میرسه که اگر در مجلس معافیت پایه رو تغییر بدن به نفع حقوق بگیرید. از زاویه فقط مالیات حقوق دارم توضیح میدم، چون بقیه مالیات هم باید بده، اگه اونا رو جمع کنی نخیر، به نفعشون نخواهد. درست، بسیار عالی. بعدش حالا در رابطه با مالیات شرکت ها، اشخاص حقوقی و ماده 105 در مورد اشخاص حقوقی برگشتیم به قانون قبل از سال 80. ببین ما قبل از سال 66 که اصلاحی شد در قانون قبل از انقلاب، برای سود تقسیم شده و تقسیم نشده دو تا نرخ به کار می‌برد. یعنی اگه شرکتی سود تقسیم نکنه و سود بمونه تو شرکت و منابع شرکت تامین کنه، نرخ کمتری رو میگیره، تشویق میکرد دیگه. الان همین کار کرد، اولا سود سهام بینا بیشتر گرفته، یعنی میگه تو که سهام بینا داری نمیخوای کسی بدون تو سهام داری چقدر میگیره، هزینه‌ش هم بده دیگه. مثل بانک سوئیس، بانک سوئیس تو وقتی پول میذاری چیزی هم باید بدی دیگه، تو به کسی نمیگه تو پول داری. میگه سهام بینا من معافیت پایه بهت نمیدم، اما سهام بانام اولا فقط 15% باید بدی، دقت کنی، یعنی مالیات شرکت میشه 15%. بعد شرکت های هولدینگ سودی که میگیرن الان معافه، با این اصلاحی 95% معافه، 5% مشکل با همون نرخ 15%. شرکت های دانش بنیان از روزی که میرن تو لیست دانش بنیان به مدت 5 سال، 50% نرخ مالیات کم میشه، یعنی میشن 7.5%. شرکت های تعاونی هم که الان 25% تخفیف میگیرن، از 15% 25% میگیرن، یعنی میشن 11.5%. شرکت ها رو آورده پایین. شرکت ها رو آورده پایین. بسیار، پس به نفع شرکت ها میشه دیگه. اینجا بحث غیر تولیدی یه نکته داره. چرا؟ ببینید مالیات فرقی نداره برای هم. نکته مهمش برای شرکت ها اینه که معافیت هایی که مثل قانون فعلی فقط به تولید صنعتی میده، سود سپرده مشمول مالیات. ببینید همین چیزی تو روزنامه پیچیده الان که میگن دولت بخواد از سپرده مردم مالیات بگیره، رئیس سازمان میاد مرتب تکذیب بکنه، تو این لایه هست. الان به موجب قانون فعلی که سپرده اشخاص حقیقی مشمول مالیات نمیشه، ولی این لایه سود سپرده رو مشمول مالیات کرده، گفته من پایه معافیت رو ازش کم میکنم، بقیهش رو بانکا 15% 10% کم کنن بدن به من تا آخر سال من رسیدی. شاید اگر همه چیز سر جاش بود بحث درستی بود، شاید اگر همه چیز مثل مثلا کشور دیگه سر جاش بود بحثش درست بود، اما واقعیت اینه که شما نگاه کنید یه نفر از آدم عادیه 100 تومن میذاره تو بانک، سال دیگه بهش 12% بهره میده، نرخ تورم 40%، یعنی ایشون 28% داره ضرر میکنه. شما ازش مالیات هم میخوای بگیری، خب به نظرم میاد که طرف حق اعتراض داره. بسیار، پس کلیتش تو نرخ به نفع حالا شرکت ها میشه. حالا یه موضوعی هم هست، من حالا این حس خود بنده هست، حالا شما تایید یا رد بفرمایید، من حس میکنم اون طرح‌های اولیه مالیاتی که دارن که حالا تو این لایحه ما میبینیم، خیلی هاش تو بحث بودجه مطرح شده، یعنی تو بودجه 1401 که داشته تصویب میشد، خیلی هاش، یعنی بعضی هاش تو اونجا هم انگار داشته دیده میشد. درست میگم؟ سپرده های بانکی در پیشنویس لایحه بودجه مشمول مالیات تو مجلس در واقع چلنج کردن، فقط مشمول اشخاص حقوقیش کردن، اونم شرکت سرمایه‌گذاری بورس و شرکت های در واقع صندوق های بسنداز رو مستثنا کردن. ولی تو بودجه مطرح، یعنی دولت نگاه کنید، دولت همین اصطلاح خودمون میگیم قرم قرم میکنه، اینجا و اونجا مطرح میکنه، در واقع افکار عمومی رو میسنجه ببینه چه خبره. همین که دولت تکذیب میکنه یعنی خبره دیگه. بله ببین در ایران تجربه ما نشون میده که هر چیزی رو که تکذیب میکنه یه خبری. بسیار عالی، خیلی ممنون. سوال بعدی این هست که حالا یه موضوعی مطرح شده که با حالا قانون جدید که بیاد بعدش یه جورای همه ما اظهارنامه مالیاتی باید بدیم، یعنی یه هر حالا فعالیت کوچیکی هم
داشته باشیم باید اظهارنامه مالیاتی بدیم. این به چه شکل پیش بینی شده یا قانون شده یا گمان زمین چون مجموعه درآمد، یعنی ببینید وقتی این قانون تصویب بشه بعضی از مواد یک سال بعد از تصویب قانون، بعضی از مواد مثل عاید سرمایه دو سال بعد از تصویب قانون اجرا خواهد شد. تو خود قانون پیش بینی شده. فرض کنیم امروز تصویب و ما از دیگه واقعا عمل به اجرا، یه معنیش اینه که هر ایرانی که بالای 18 ساله باید یک اظهارنامه بدهد، داراییشو اعلام کنه، فعالیت‌های اقتصادیشو اعلام کنه. این اظهارنامه میره در سامانه مالیاتی. توجه بفرمایید، این با سامانه مالیاتی هم فرق. سامانه مالیاتی یعنی پایگاه اطلاعاتی نظام مالیاتی که همین الان هم هست. سامانه مالیاتیان اون پایانه ای که در قانون پایانه ها در نظر گرفته شده میره اونجا. وقتی شما اظهارنامه رو الکترونیکی فرستادید، یک ما سازمان مالیاتی وقت داره که اظهارنامه الکترونیکی شما رو در کارپوشتون قرار بده. که حالا اگر سازمان چابک باشه به فناوری های جدید دقت کنید، به فناوری های جدید متعلق باشه مثل کانادا و آمریکا، یک ما هم نمیخواد وقتی شما اظهارنامه رو رد میکنید بلافاصله میگه شما طلبکاری بده کنید. ببین در کانادا اینجوری، ما وقتی اظهارنامه رو پر میکنیم خود اون سیستمه که حالا میتونه نتکس باشه یا برنامه هایی که خود سازمان مالیاتی معرفی کرده به شما میگه که آقا شما مالیاتشو 200 ریال طلب کاری کن، یک ما بعدم یه چک میده در خونه، یا برعکس همون موقع بهت میگه شما بدهکاری این پول به این حساب برید. حالا سازمان مالیاتی گفته من یک ما بعد این کار میکنم تو کارپوشه شما قرار میدم و من بعدم شما با من ارتباطتون الکترونیکی خواهد بود. حالا این هم جای اشکال داره. چرا 30% بازار ایران سواد نداره؟ ممکنه بگید خب برن از بقیه استفاده کنن. خب اینا معمولا در بازار ایران میدونی به کسی اطمینان نمیکنن. معمولا بازاریا اسرارشون دست مباشرشون، دست مدیر مالیشون نیست. حالا در دنیا دست مدیر مالی دیگه. بنابراین به نظر میاد که ما با یک هجوم مثلا 20 میلیونی اظهارنامه‌ای مواجه خواهیم. چون خانه های خالی باید بدن، ماشین های بالای 1 میلیارد باید بدن، خونه های بالای 15 میلیارد باید بدن، مجموع درآمد حقوق بگیرها همه باید اظهارنامه بدن. به نظرم یه چیزی حدود 20 میلیون اظهارنامه خواهیم. یه بازار بسیار خوبی برای دوستانی که لیسانس ساختاری یا مالی خونه هم میتونن یا کامپیوتر حتی و میتونن تو این حوزه وارد بشن، کمک کنن بشن. به شرط اینکه فقط روسریمون رنگی نباشه، سواد اونم رنگی باشه، یعنی از همه چیزای ابتدایی بدونید. چون موقع شما اگه اشتباه کنید احتمالاً دولت برنامه‌ای رو خواهد بود کلیمتون خواهد کرد. یعنی مثل الان نیست که مثلا من دیشب یه نوار گوش می‌گرفتم راجع به مشاغل، خب نصفش درست بود نصف دیگه‌اش غلط و اینم پخش کرده، اصرار هم داشت که الا و بلا همه هم گوش کنن. خب فرض کن یک کسی با رهنمود ایشون بره الان اظهارنامه پر کنه، مشکل پیدا خواهد کرد. به نظرم میاد که بعداً کلیم خواهند کرد. ببین در کانادا اگر شما مثلا سرتیفیکت مشاوره نداشته یا مشاوره بدید و کسی شاکی بشه اسمش هم با عزت تو روزنامه میزن. یعنی مثلا شما میتونید بگید که منو سرچ کنید، پابلیک ریکورد منو ببینید، میگه دوانی یه جایی گفته من وکیل مالیاتی ام، وکیل نبوده، بعد جریمه شده. خب این خودش یعنی که با آبروی افراد بازی کردن دیگه. یعنی مثلا من میترسم دیگه این کارو نمیکنم. بنابراین من تصورم اینه که یک بازار وسیع مالیاتی ایجاد خواهد شد که دوستان از الان برن هم این لایه رو بخونن، هم لایه عادی سرمایه رو بخونن، هم مسلط بشن به ابزارهایی که قانون مالیاتی داره استفاده میکنه. چون شما دیگه من بعد به احتمال بسیار زیاد هر نرم افزاری رو سازمان مالیاتی اجازه نخواهد داد، نرم افزارهایی رو اجازه خواهد داد شورای انفرماتیک تایید کنه. بسیار عالی. من میتونم اینجا حالا شهادت بدم، من یادم از 2 سال پیش من توی یک کلاس شما شرکت کردم، دقیقا اونجا شما مطرح کردید، توی یه لایو هم مطرح کردید، گفتید همه جوانها برن یاد بگیرن این بازه اظهارنامه های مالیاتی خیلی وسیع تر از این موضوع خواهد شد. شما بحث داروخونه ای رو همیشه مطرح میکنید، میگید برید واسه داروخونه رو واسه جاهای مختلف رو مطرح کنید، الان هم خیلی کامل شد. من همیشه یه دغدغه این مدلی داشتم واسه تو ایران، همونجور که شما مثال خارج از ایران رو مطرح کردید،
که اون حالا بالاخره سرتیفیکیت یا بالاخره سواد مالی هم در کنارش حتما باشه که کارفرما از این بابت متضرر نشن. ما نریم تو بلک لیست و بقیه موارد. خیلی ممنون و متشکر که اینو خیلی شرکتی در آمریکا شمالی هست به اسم چهار بلک. درست. این شرکت کارش فقط اظهارنامه مالیاتی و لیست حقوق تهیه می‌کنه. کمپانی‌های بسیار بزرگ. این پورتال درآمدش بوده 5 میلیارد. یعنی حرفه حسابرسی در ایران کلش دقت کنید پارسال بوده 30 میلیون دلار، این 5 میلیارد دلاره. فصل مالیات که میشه توی جاهایی مثل شهروند ما، مثلا سوپر استار یه دونه دکه میزنه، یه دختری یه پسری یا دو تا دکه میزنه ایشون رو خوشه، هر کی میاد اظهارنامش پر میکنن بین 50 تا 100 دلار داشته. یعنی یه سیستم خیلی قشنگ من به ذهنم میاد. بچه ها من نمیم چرا اصرار دارن اصلا الا و بلا حسابدار هستیم. خب آدم میره این کارا متفق. الان من دارم میبینم بعضی از این صفحه های اینستاگرام که در واقع به صورت مشاورت بعضیشون خیلی مسلط و من وقتی پشت کنم خوشم میاد، یعنی میگم دمت گرد، نگاه کن این دختره یا این پسره رفته یه چیزی رو چسبیده. جالبه که مثلا حالا بعضی که من باشون ارتباط میگیرم میگن درآمدمون هم خیلی خوبه استاد، نمیخوایم حقوق بگیریم، تو خونمون نشستیم، بچه‌مون رو داریم، شوهرمون هم داریم، کارم داریم میکنیم. درست. دقیقاً درسته. من خودم یکی از این دوستان، حالا یه دوستی قرار بود بیاد مؤسسه ما کار کنه، با هم قرار مدارم فیکس کردیم. بعدش حالا به موعدش که رسید 15 روز قبلش زنگ زد به من گفت انقدر سرم شلوغه، خیلی دوست دارم بیام حسابرسی کار کنم، ولی خیلی بازه کاریم وسیع شده و فکر کنم همین کار رو ادامه بدم خیلی بهتر. ما هم واسه آرزوی موفقیت کردیم و فکر کنم دیگه الان داره پله های ترقی رو طی میکنه. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما. بحث بعدی که حالا بخوایم مرحله به مرحله بریم جلو، بحث مالیات بر درآمد املاک هستش. آیا اونم تغییراتی داشته؟ تغییراتش به چه شکل بوده؟ ممنون میشم توضیح بدید. یه تغییراتی رو در زیر ساخت املاک دیدین، املاک کشور تا مدت ها کسی نمیدونه. یعنی اگه مثلا میخواستن اموال من دولت مصادره کنه، یه نامه میزد به اداره ثبت که اموال آقای جوانی مصادره شد، دولت نمیدونه من چی دارم. خیلی جالب. برای همین بود یارو سال 57 اموالش مصادره شده بود. مثلا تو همین الان هم ممکنه یه کسی تو ملک یارو نشسته باشه، ملک یارو هم نداره. ماشی. از زمانی که تک برگی شد، عملا اطلاعات املاک کشور در سامانه ثبت و سامانه وزارت مسکن و سامانه دارایی نشسته. الان مثلا میگفتن کسی که تا 150 ملک مسکونی داره به مسکونی هم اجاره بده معاف، چون سامانه نداشتیم یارو اگه از 3 جا و حتی در حوزه های تهران از 3 تا حوزه استفاده میگه کسی نمیفهمه، ولی الان دیگه نمیتونه این کارو بکنه. الان تقریبا 90% اطلاعات کشور در سامانه مالیاتی وجود داره. به همین دلیل امسال دید مشاغل با یک الگوریتم ریاضی جمعش کرد و به نظر منم میاد که هم دارایی پول خوبی گیرش اومد، هم احتمالاً اعتراضات مشاغل خیلی کمتر بشه. درست. مثلا با یک فرم، با یک عقل ریاضی تونستن اطلاعات که داشتن رو به کار آورن. در املاک چون تکبرگی صادر شده، ملکا مشخصه، جز املاک که در واقع دستدارمی یعنی دستی نوشته شده، معمولا هم در روستاها، معمولا هم در روستا در شمال اینا، اونا هم دارن درستش میکنن. ما هم که الان به موجب این قانون درآمدهای حاصل از کشاورزی را مشمول کردیم، یعنی گفتیم تا دو تا پایه معاف تا 60 میلیون درآمد حاصل از کشاورزی، بقیه‌اش مشمول. یادمون باشه قبل از انقلاب هم مشمول بود. این بعد از انقلاب دولت جمهوری اسلامی بر اساس یک سیاست پوپولیستی اومد مثلا هر جه دلش بخواست معاف میکرد، یه صدا کسی در نه، کار غلطی میکرد. امروز که میگی میخوام بگیرم، میگن آقا این مثلا یه کار بدیه، نه خیلی قبل از انقلاب هم بود. بعدم چی معاف بوده قبل از انقلاب؟ کشاورزی که قرار بوده گندم و جو کشور رو تامین کنه، نه که سیفی کاری باشه کیوی بکاره یارو، از این گوجه فرنگی کوچولو بکاره، مثلا هندونه به کاره. در هر کیلو هندونه دقت کنید ها 15 لیتر آب مصرف بشه، قیمت تموم شده، هر لیتر آب هم 25 تومن باشه. بعد شما بفروشید به این شهرهای خلیج فارس خودشون هم بده. یعنی از طریق مالیات این کارو میکردن. ما در
قانون جدید دیگه به ساز بفروشی به شکل قبل نمیتونه سود ببره، باید قانونمند باشه، باید بیاد اظهارنامه بده، تفاوت خرید فروش حساب کنن. دقت کنید در بخش اجاره که بسیاری از معافیت ها در واقع معافیت ها رو معنی دار کردن، میگن که آقای دوانی یه زن داره و دو تا بچه، چهار نفر در کشور باید ایکس تومن معاف باشه. اون پایه رو درست کنید دیگه، اگه اون معاف باشه بقیهش مجموع باشه. حالا اگه بتونن تورم هم درست کنن این دو تا با هم مچ بشه، خب قاطعا کسی اعتراض نخواهد کرد. بسیار. پس مثبت تو بحث املاک مثبت شما میبینید؟ ببین من کلا میگم که اگر مالیات یکی از ابزارهای اقتصادی، اگه شما نتونید بقیه کارا رو هم درست کنید، هیچ فایده نداره به ضد خودش تاثیر بذاره. مردم به ضد مالیات میشن، دقت کن، در حالی که مالیات مقصر نیست، مردم به ضد مالیات میشن. بسیار عالی. خدمت شما عرض شود که حالا بحث املاک میریم سراغ ماده 131 که شاید بگیم کذا، که خیلی جاها پاش وسط باز میشه و قبلا حالا فقط یه سری ها رو تحت شعاع قرار میداد، بعدش میومد حقوقی ها هم تحت شعاع قرار میداد، و حالا تو این طرح جدید به چه شکل ماده 131 چه کسایی رو تحت شعاع قرار میده و نرخاش به چه شکل هستش؟ ببین در قانون فعلی و قانون جدید اشخاص حقوقی که در قانون فعلی 25%، در قانون در لایحه جدید 15%، یعنی اشخاص حقوقی 15%، حالا بعضیشون میشن مثلا 70%، با دانشجویان اینا میشن 70%، تابونیا میشن 11.5%. اما در اشخاص حقیقی که در قانون جدید، در قانون لایحه جدید ماده 131، در ماده 131 گفته من یه پایه معاف میکنم، اولین نرخم 10%، دو برابرش 15%، 4 برابرش، دقت کنید، 20%، 8 برابرش، 25%، 16 برابر بالا 35، یعنی نرخ 30 نداری. حالا به نظر من میومد برای سالهای اول آقای میتونستن 30 هم بذارن. نمیدونم کی با آقایون گفته که یه این وسط رو پریده، فکر میکنم مثلا خیلی چیز عجب غریبی. به نظر من یادتون باشه وقتی میخواین یه چیزی رو تغییر بدید، مثل ما میگیم چیزی رو پایلوت کنید، تغییرات از اونجا شروع کنید. در کشور خارجی یه کاری که میخوام بکنم ممکنه در یک شهری شروع کنم، در یک شهر کم جمعیت این کارو بکنم، ببینم جواب میگیره، اگه گیره بعد تعمیمش بده. در ایران یهو میخوام بیارن تو کل کشور تعمیم بدن، خب مشکلی ایجاد خواهد. درست. بنابراین 131 که در لایحه هست مشمول کل اشخاص از حقوق بگیرید تا مشاغل، ولی اینجوری شروع کرده، میگه یه پایه بذارید کنار 30 میلیون، بقیهش با این نرخایی که من میگم. حالا من که مطمئنم این پایه در مجلس عوض خواهد شد، یعنی دست. چون روزی که این پایه رو پیشنهاد کردم ماله 2 سال پیشه، دست. اون موقع دلار بوده فرضون 17 تومن، همین الان که داریم تو دلار نزدیک 30,000 تومن. بنابراین پایه عوض بشه، متعادل بشه، به نظرم بتونه بخشی از مخالفت‌ها رو خونسا. درست. پس میتونیم نتیجه بگیریم که این 131 تو لایه جدید صرفاً واسه اشخاص حقیقی هستش، درست میگم؟ بله بله. بسیار. بعدش ماده 97، حالا از سال 98 به بعد خب یه تغییراتی به وجود اومد، ماده 97 تقریبا رفت کنار، تو این لایه جدید به چه شکل هستش و حالا دیگه ماده 97 نداریم دیگه، به موجب قانون از عملکرد 98 ما دیگه 97 نداریم. اینجا هم اصلا 97 جای چیز دیگه اومد. یعنی دولت اعلام میکنه من سامانه مالیاتی رو براتون اظهارنامه الکترونیکی میفرستم، شما هم اظهارنامه الکترونیکی برای من بفرستید، دیگه دستی نفرستید، بیاید تو سامانه عمل کنید. ببینید مثل همینجا دیگه، ببینید این لایه جدید خوشبختانه ممیز محوری رو میذاره کنار، دیگه سامانه محوری، یعنی شما دیگه با مأمور مالیاتی و اداره هم دیگه طرف نیستید، میره توی سایتی شماره اداره رو میدانید به هر حال، ولی دیگه با اداره که طرف نیست، الکترونیکی عمل میکنید. در نتیجه خود این جلو خیلی از فسادا رو میگیره اولا، و فقط موردی که الان داره زیرساخت الکترونیکی این طرح جامعه مالیات. این ما داریم از یک قانونی که در دنیا زیرساخت های تکنولوژی پیچیده داره تو ایران میخوام استفاده کنیم، زیرساخت های تکنولوژی پیچیده نداریم. شاید اگر میتونستیم این زیرساخت رو بلاکچین عمل میکردیم، چون بلاکچین مثل اوراکل یه پایگاه بی‌نهایتیه،
ما در دنیا اینجوری میگیم عصر اطلاعات، درسته؟ عصر اطلاعات میگیم اول اگه یه هرم بگیریم پایه هرم داده است، بعد این داده ها رو به اطلاعات تبدیل میکنیم، اطلاعات به دانش تبدیل میکنیم. ما در ایران معمولا یه سری هستن داده ها رو افتان، همه چیزا رو بلدن، داده ها رو بلدن، تبدیل نمیتونن بکنن به اطلاعات. مثل ما حسابرسی، ما وقتی که یه جایی برای حسابرسی طرف همینطور رو میز اسناد مدارک میریزه دیگه، اینا داده است. این هنر منه که من چجوری اسناد مدارک و این داده ها رو تبدیل به اطلاعات کنم که بتونم استفاده کنم، بعد این اطلاعاتو بکنم دانش. دانش یعنی بند هزار نظر. ما در ایران چه در آموزش چه در عمل باید این توانایی رو تقویت کنیم، چه در بچه‌ها چه در سازمان مالیاتی، که در تبدیل اطلاعات به دانش، یعنی اون چیزی که قابل کار برده، مهارت پیدا کنن. این نیاز به ابزارهای الکترونیکی داره. درست. 97 تا بین رفته، از سال 98 که اصلا ما دیگر رسم نداشتیم، ولی با این قانون جدید اساسا اظهارنامه الکترونیکی جایگزین همه این مسائل. جالبه شما اطلاعات ندید، اصلا اظهارنامه ندید. به موجب این قانون سازمان مالیاتی بر اساس داده های اطلاعاتی که داره خودش اظهارنامه میده تو کارپوشر دیگه. درست. آقا نری چشمت توبه فرو برات ارزیابی کرد. درست. یعنی فقط ما باید بریم اونجا اون چیزی که داده‌ای که به وجود اومده رو حالا یا تایید کنیم یا ویرایش کنیم یا حالا نه، شما خودتون میتونید اظهارنامه بدید، اما اگر ندادید بچه خوبی نبودین اون سامانه خودش بر اساس اطلاعات براتون اظهارنامه صادر میکنه. ببین الان یه نمونه سادهش توضیح بدم. مشاغل امسال چه کار کردن؟ رفتن اونایی که 48 میلیارد بودن تو سامانه مالیاتی فقط درآمدشون رو ابراز کردن دیگه. درست. حالا سامانه خودش اومده برشون اظهارنامه داره صادر کنه. بسیار خیلی ممنون. تا اینجاش به نظر من خیلی خوب پیش رفتیم و شما هم خیلی مدیریت شده و عالی میشه گفت که من که خیلی چیزا یاد گرفتم. حالا انشالله نه بزرگواری نفرمید خدمت شما عرض کردم. این دقایق در دقیقه رو به پایانی هم سعی میکنیم حالا بقیه مسئله رو در خدمتتون باشیم. در رابطه با دادرسی مالیاتی که خب بالاخره یکی از موضوعات چالش برانگیز همیشه بوده و تو این ارزش افزوده هم بالاخره تغییراتی وجود داشته، آیا تو این لایه هم تغییراتی توی دادرسی مالیاتی هست یا نه؟ دیگه آخرین تغییرات اون تو همون ماده 50 بعد قانون ارزش افزوده بود. حالا مرکز دادرسی مالیاتی هم در واقع از ادارات جدا شده. حالا یه بحث هم مثلا ماها داریم در واقع یکی از اتاقا پیش برده که اصلا مرکز دادرسی مالیاتی رو از سازمان مالیاتی یه جوری مستقل کنیم، ببرید مستقیم زیر نظر وزیر. نشدن. ببینید اگر این اتفاقی که در این لایه بیفته که نظام الکترونیک بشه، من فکر کنم که 70% اون موضوع دادرسی از بین میره. اون موضوع دادرسی اینجا پیش اومد که ما میدادیم این دست آقای ممیز، یه ممیزی میگفت شما ضریب 16، یکیش میگفت 17، یه ممیز میگفت من اینو قبول دارم، اون یکی میگفت نه قبول ندارم. وقتی نظام الکترونیک بشه و بهش برنامه درست بدن قاطعا نباید این دعوا پیش بیاد. و ما فرض اون بر اینه که اگر این درست اجرا بشه حدود 60% بار دادرسی رو بیاره پایین اصلا. و اونم اگر دادرسی هم وجود داشته باشه توی یه جای مستقل از سیستم مالیاتی، مستقل از توی قانون ارزش افزوده دیده شده. ببین الان نمونهش مثلا من در کانادا که حالا میرم میخونم میبینم، اینجا به شکل ایران اصلا این دعوا پیش نمیاد. خودت اظهار میکنی، اولا یادتون باشه هیچ جای دنیا اینجوری نیست خود اظهاری، یعنی حد تو گفتی سازمان مالیاتی قبول میکنه خود اظهاری شما رو راستی آزمایی میکنه. تو ایران یه در افتاده میگن خود اظهاری هر چی رو، نه هیچ جای دنیا نیست خدا وکیلی، یعنی اصلا اگه اینطوری باشه پس شما میبرن دادگاه میگن آقا شما این جرم کردی، میگی نه بعد قبول کن، نه اونا هم با مدارک خودشون راستی آزمایی میکنن که آیا دعوانی درست گفت یا نه. اگه درست گفت باش مثل آدم برخورد میکنن دیگه، انگولک نمیکنن پرونده دعوانی. بسیار عالی. مورد بعدی بحث حالا هزینه های مادی ها هست تو این حالا لایه جدید. از هزینه های مادی ها مثل حالا هزینه درمانی و این مسائلی که حالا تو دنیا هم وجود داره چی پیش بینی شده؟ میشه گفت که مزایای درآمد آره چون اومده مجموع درآمد ما خود مشمول مالیات کنه، هزینه درمان ما رو تا سقف اون معافیت پایه پذیرفته.
حالا ممکنه سوال اینجا باشه که آقا توی مملکت یه هزینه مثلا فقط اون قلب میخوای عمل کنی 100 میلیون شما 30 میلیون میبرید. خب اینو باید ملت نماینده ها رو فشار بیارن این پایه رو ببرن بالا. یعنی کافیه ببین چارچوبش درست طراحی شده. گفته من هزینه درمانتون رو میپذیرم. معادله یه پایه معافیت. کافیه شما معافیت عوض کنید میپذیرن. هزینه تحصیل بچه‌هاتون میپذیرن. کافیه معادله یه دونه معافیت. دو تا خطر داره این لایه. یکی گفته من در مجموع 120 میلیون میتونم از معافیت استفاده. باید اینو بردارم. آها. ممکنه واقعا من ببینید در یک سال ممکنه من خانومم یا به هر حال بچه‌م یا خودم مبتلا به این مرضی بشم که 60 میلیون 70 میلیون فقط از این مازدانم بشه. شما که از همه درآمد من می‌خوای بگیری، از خونه خالی هم می‌خوای بگیری، نمی‌دونم از ماشین منم می‌خوای بگیری، از من مثل همه جو دنیا باید قبول. یا باید بیمارستان بسازید، دقت کن در خارج اینجوریه، بیمارستان دولتی است، میرید عمل اما طول میکشه تا عمل. در ایران شما بیمارستان نداری، میگید بخش خصوصی هم بدی 30 میلیون، مثلا 30 میلیون رامون نمیدن تو. این عدده را عوض کنن اون معافیت معنی دار میشه، هم تحصیل رو پذیرفتن هم درمان رو پذیرفتن. آها، هم تحصیل هم درمان. بسیار عالی. ولی تحصیل در کجا؟ در مدارس دولتی دیگه. شما بچه بودی مثلا یه مدرسه خصوصی بگم کلاس اول 5 میلیون، منم معتقدم 5 میلیون نباید. بسیار. بعدش حالا همین هزینه های درمان، من مثلا کارمند یه جا هستم حقوق بگیرم، یه نفرم به صورت آزاد داره کار میکنه، در مورد هر دوتا من صدق پیدا میکنه؟ فرقی نداره دیگه. ببینید قانون مالیات تنها قانونی در دنیا که خودی غیر خودی نداره. نمیگن کی مسلمونه کی کافره، کی زنه کی مرد. در ایران هم اونجا که گفته شده زن به این علت گفته شده که ارث زن و مرد با هم فرق داره، بله در خارج اسم زن و مرد هم برده نمیشه جز در بخش همسری. میگن معدی مالیاتی، معدی هم یه اسم خونتاست، میتونه هم زن باشه هم مرد. این تنها قانونی که اتفاقا با حقوق بشر میخونه، چون میگه معدیان مالیاتی، نمیگه بلوچ باشه، به قومیت بر نمیگرده، به نژاد بر نمیگرده، به دین بر نمیگرده. بنابراین این معافیت ها رو همه جا برای همه تعریف کرد. درست. بسیار. من خودم شخصا معتقدم معافیت مشاغل هم بشه اندازه ما، ولی مثل ما هم مالیات. بله. سوال بعدی در رابطه با شرکت های بورسی است. شرکت ها شما فرمودید طبق ماده 105 نرخشون شده 15% فرق نداره، تولیدی غیر تولیدی همه 15% هم. قاعدتا حالا باز شرکت های بورسی معافیت های همیشه داشتن، الان هم تو این لایحه باز شرکت های بورسی موردی پیشبینی شده کماف سابق هست؟ همون 10% دارن، فقط سامشنوار برای اینکه بتونن از 20% شرکت های بورسی همون معافیت قبلی رو دارن. یعنی وقتی های مثلا یه شرکت 15% 10% 15% میشه 1.5% کم میشه، میشه 13.5%. و اگر بخواد از مثلا 20% استفاده کنه باید سهام شناور بشه 40%. یعنی این سهام شناور 20% شد 25%، الان هم شده حالا 40% که این معافیت بتونه از 20% استفاده، یعنی بتونه 15% بشه چی؟ 12%. 12%. بسیار. پس شرکت های بورسی حد اکثر مثلا مالیاتشون میتونه تا 12% بیاد پایین. نه، ممکنه یه جایی هم معافیت داشته باشن. صادرات هم اینجوری شد. صادرات مثل قبل شد، فقط این معافیت ها رو در واقع خود وکیلی معنی دار کرد. این ما الان به هر چیز معافیت میارو خاک مملکت هم صادر کنه میگه بهش معافیت بده. میگه آقا من به کالاهایی که در ایران نیاز داره مثل مواد معدنی که میشه کار کرد روش، خام صادر کنی معافیت نمیدم. به بقیه معافیت میدم، اونم منوط به رعایت مقررات ارضی بانک مرکزی. درست. حرفش هم درسته. چرا؟ شما برداری اینجا بری توی شرک صنعتی زمین ارزون بخری، گاز مفت، آب برق ارزون صادر کنی، یعنی از حقوق من مالیاتی بگی بفرستی عربستان، بفرستی عراق، فروش باید برگردونی تو کشور دیگه. این حرفش درسته. صادرات به دو تا شرط کرده: یک، مواد خام نفروشی، اگه بفروشی معافیت نمیخوری. دو، مقررات ارزش تابع مقررات بانک مرکزی باشه. درست. بسیار. خیلی ممنون. خیلی شما عالی همه مسئله میشه گفت که پاسخ خوب بودید. خیلی ازتون تشکر میکنم. اگرم حالا لطف بفرمایید
یه توضیحی هم در رابطه با این بحث مالیات مشاغل و این تبصره صد و که این یه مقدار اصلا فضای مجازی ما هم هر روز ما میبینیم هی استوریا میره بالا، یه سری مطالب جدید میاد یا تو اخبار داره یه سری موضوعاتو میگن یا کاسبا داره یه چیزی رو اخبار رو گوش میکنن به ما میگن یه لحظه صبر کن ما اخبار رو گوش کنیم ببینیم تبصره صده چیه مشاغله چیه. یه توضیحی هم اگه دکتر یه نکته بگم، ماده 132 معافیت های شرکت کنونی هست. ماده 132 رو وقتی شرکت های تولید صنعتی اینا که مجوز میگیرن و برداری میرسن، 50% سرمایه گذاری که میکنه میتونه از درآمد مشمولیت خرج، یعنی وصلش کرد به سرمایه گذاری. آره بله. واقعیت اینه که معافیت شکل فعلی هم بی‌معنی بود دیگه. ببین اون موقع ما همین ادعار داشتیم که معافیت‌ها رو معنی‌دار کنیم. میگه شرکت‌هایی که سرمایه گذاری می‌کنن و از این تاریخ به بعد بهره‌برداری می‌رسن، 50% سرمایه گذاریشو می‌تونه از درآمد مشمولیاتش کم کنه. ممکنه بگه خب این اصلا سود نمی‌بره، میگه چه چیزی گفته بره چیکار کنه سود رو زیان کنه؟ مگه میشه یه نفر فعال اقتصادی همش زیان کنه؟ دانش بنیان هم همین کاری کرده. میگه شرکت های دانش بنیان از زمانی که اسمش میره تو لیست شرکت های دانش بنیان، 50% نرخ رو میتونن معافیت استفاده کنن، یعنی به جای 15% 7.5% تا 5 سالش تموم. مناطق آزاد هم اومده این کاری کرده. میگه مناطق آزاد اونایی که قبلا قانون بوده و مجوز گرفته رو جاش، ولی از این به بعد 5 سال معافن. از این به بعد 5 سال معافن، بعد از 5 سال دقت کنید، بعد از 5 سال میتونن معافیت‌های سرزمین اصلی رو داشته باشن، ضمناً اگر در بخش گردشگری تولید و اینا باشن 60% درآمدش مشمول مالیات می‌کنم، یعنی 40% بازم می‌بخشم. به نظر من محتوای این معافیت بهتر از معافیت فعلی. معافیت فعلی اصلا وجاهت اقتصادی نداره. معافیت فعلی معنی داره. اما برگردیم مشاغل. ببینید ما در ایران میدونید که مثلا در یکی از شهرهای ایران به ازای هر خونه مسکونی سه تا مغازه بودید. بعد از جنگ بودید ملت بچه‌هاشون می‌رفتن جنگ، به خصوص شمال اینجوری وقتش بود بالا خونه است پایین مغازه است. یارو رفته اصلا مجوز هم نگرفته، فرمون دارم خودش تو جبهه بوده کسی هم ایراد نگرفته. بنابراین ما تا الا ماشاءالله واحد صنفی داریم. مثلا در یک کوچه 4 تا لبنیاتی هست، روزگار زیاد. چرا؟ چون یک کوچه 10 تا خونه هست، 10 نفر پنیر میخوان دیگه. اگه یه مغازه بود 10 تا پنیر میخوان، حالا باید 4 تا مغازه بودن خودشون دست گلاب بدن. تعداد بسیار زیاد بوده، بعضیشون اصلا مجوز ندارن. ما یکی کنیم میدیم واحد صنفی بدون مجوز داریم. حالا دارایی امسال من یک کار خوب کرد، خب آقا من که میتونم حریف شما نمیشم، شما یاد گرفتید اتصاب میکنید کرکره میکشید پایین، بیاین هر کس. اول گفتن تا 10 برابر تو قانون ماده ثبت رشد گفته تا 10 برابر معافیت ماده 84 که ما 3-4 سال بود تو قانون بود که نمیکردیم 30 برابر بعد داد استفاده میکردیم 45 برابر. امسال یهو اعلام کرد آقا تا 100 برابر، یعنی تا 48 میلیارد درآمد میتونن. دقت کنید، نه اینکه معافن، چون بعضی از این سایت ها نمیشن معافن، من میخونم میگم عجب یارو مشاور خوبیه روزگار عمر سیام بود. نگفته معافن، گفته تا 100 برابر، یعنی 48 میلیارد میتونن بیان توی سایت ثبت نام کنن. از تحصیلاتش استفاده، تحصیلاتش چیه؟ من خودم براتون علر رست تعیین میکنم، ولی علر رست معنی دار. اومده این 48 میلیاردی ها رو 3 گروه کرده، گفته دارندگان از 10 میلیارد بین 10 تا 30 میلیارد بعد 30 تا 48 میلیارد. گفته اونایی که تا 10 میلیارد درآمد ابراز کردند، دقت کنید، و این 10 میلیارد هم تو سامانه من همین 10 میلیارد بیشتر نیست، چون اگه بیشتر باشه شما رو بذاره کنار، یعنی اگه دروغ گفته باشه من شما رو سقفتون رو گذاشتم 5 میلیون تومان. اما اگه سیستم خود من کمتر از 5 میلیون اعلام کرد، هر چی گفت قبول دارم، تو سیستم مال منه دیگه، من به سیستمم ایمان دارم، حالا اگه غلط هم بگیره ایمان دارم. میگه من 10 میلیاردی ها را سقفتون رو گذاشتم 5 میلیون، اما اگر سیستم خود من زیر 5 میلیون اعلام کرد، اصلا قطعیش میکنم، به سابقه مالیاتی هم نگاه نمیکنم. دو تا تعریف هم تو اونجا کرده،
گفته سابقه مالیاتی، دقت کنید، مالیات سیستمی. مالیات سیستمی یعنی مالیات که این نظام سیستمیه تعیین میکنه. مالیات سابقه یعنی مالیات سال قبل، اگه نبود سال قبل. یعنی اگه شما مالیات سیستم رو بگید X، من اینو کردم ریاضی اتفاقا، من تو ریاضی خوندم، تو حسابداری همین کارو میکنم، هر چی گیر میکنم زود با X دیگه حل میشه. گفتم مالیات سیستم بشه X، مالیات سابقه بشه Y. گفته برای تا 10 میلیارد X رو میگیرم 5 میلیون، اگه سیستم خود من گفت کمتر از 5 میلیون قبول، ولی اگه سیستم من گفت بالای 5 میلیون، میام 3 برابر مالیات سابقه اش هم نگاه میکنم. اگه اون کمتر از 5 میلیونه، من بازم با 5 میلیون قطعی میکنم میره. اما اگه 3 برابر سابقه اش بیشتر از 5 میلیونه، بین این 3 برابر و اون مالیات که سیستم من گفته، بازم هر کدوم کمتره. یعنی یک رابطه لوگاریتم منطقی رو استفاده کرده. یادتون باشه اگر حتی غلط باشه میگن ظلم به سویه عدل، چون برای همه داره این کارو میکنه. به نظر من اشتباه خیلی کمتر. و اینجوری هم که رئیس سازمان اعلام کرده، به نظر میاد که خیلی هاشون مثلا 500 هزار نفر شده صفر شد تو همین لحظه اول. احتمالا گیر دارایی. بعد گفته دسته دوم بین 10 تا 30 هم، من سقفو گرفتم 10. اگه سیستم من زیر 10 اعلام کرد، بازم قطعیش میکنم. اگه سیستم من بالای 10 اعلام کرد، من با 3 برابر سابقه شما نگاه میکنم. اگه 3 برابر سابقه شما، دقت کنید، بالای 10، سیستم منم بالای 10، هر کدوم کمتره میپذیرم، دوباره چرخش من میپذیرم. به نظر من این رابطه لوگاریتم ریاضیش رابطه منطقی. بسیار خیلی ممنون. یه موردی هم هست، من نظر شما رو میخوام استاد عزیز. سال 66، سال 80، سال 95 و سال 1401 خیلی زود نبود برای این تغییر، میشه گفت قانون مالیات ها، با توجه به اینکه ماده 97 تازه از سال 98 اجرا شد. اینقدر تغییر و تحولات آیا لازم بود؟ ما متأسفانه قانون مالیات ها رو شکوفی طلبی کرد. قانون مالیات ها بعد از قانون اساسی مهمترین قانون حاکمیتی کشور، بعد از قانون اساسی مهمترین قانون حاکمیتی کشور قانون مالیات ها. توی ما مهمترین عقد ازدواجی، عقد قراردادی مون بعد از قانون اساسی عقد ازدواجی، بعد از عقد قرارداد قانون اساسی مهمترین عقد قراردادی عقد ازدواجی. میتونه شفاهی باشه، میتونه هر لحظه هم با کنسلش کنه، ولی تو عقل ازدواج نگوشیم زوج باید زوج باید دوکار نیست. میگیم هم دیگه رو دوست داشته باشن بهتره. مگه میشه اجبار کنیم کسی کسی رو دوست داشته باشیم؟ اما در قانون مالیات همش الفاظش بایده، باید نباید، باید نباید، مکلف هست، موظف هست، انجام بدی، اینجوری انجام ندی جریمه ده. قوانین حاکمیتی رو در همه جای دنیا معمولا باید دورمای حداقل 10 سال استفاده می‌نویسن، مگر اینکه بحران پیش بیاد. فقط نرخ حقوقه که هر سال در قوانین بورسیه بالا پایین میشه، بقیهش که نمیشه. من فعال اقتصادی میخوام بدونم الان که یک کارخونه میخوام بزنم 40 میلیون دلار خرج میخوام، تا در سال آینده بعدم چجوریه؟ اگه ندونم سال دیگه مالیات چجوریه، بیمه چجوریه، هر روز شما بخواین عوض کنم، من نمیتونم سرمایه بذارم. این نشون میده اتفاقا که ما دید درستی نداشتیم. ببین بدترینش قانون سال 66 بود، 3/66 قانون مالیات رو تصویب میکنیم، چون شورای نگهبان تنفیذش نکرده بوده و زورش هم نمیرسید جلوشو بگیره، اون موقع گفتن از 1/1/8 اجرا میشه. 1/1/8 ما دیگه اجرا کنیم، 4 ماه بعد جنگ تموم شد. یعنی قانونی که برای دوره جنگ طراحی شده بود جنگ تموم شد. بنابراین 7/2/71 مجبور شدیم اصلاحات کرد. چرا؟ به نظر من این که مرتب با قانون مالیات ها شوخی میکنیم تو قوانین بودجه و سایر قوانین، به نظر من کار غلط. یه مورد دیگه هم همیشه، حالا شما تو کلاساتون این موضوع رو مد نظر قرار میدید، چون ریشه قانون یه ایراداتی داره، بخشنامه هم زیاد میشن. الان حالا با توجه به این موضوعات و این لایحه، بازم ما شاهد بخشنامه های زیاد خواهیم بود یا نه ریشه ماده ها قوی شده؟ چون من همیشه همین لایه از نظر نگارشی کلی غلط داره، اینطوره که میره حالا درست میشه. یادمون باشه زبان فارسی برخلاف چیزایی که ما میگیم زبان خیلی کاملی نیست.
زبان ناشی از مناسبات اقتصادی. ما بعضی از الفاظ فارسی تعابیر متعدد داره، ضمناً در همه جای دنیا از جمله در مجلس ایران یه اداره تنقیح قوانین هست که اصلا وظیفه‌ش اینه که اینو درست کنه. یعنی وقتی یک قانونی میره تصویب میشه باید بلافاصله چک کنه این قانون الان که تصویب بشه با کدوم یکی از قوانین کشور تعارض پیدا میکنه، تکلیف اون رو روشن کنه، نه اینکه ما امروز یه قانون تصویب کنیم فردا بگیم ای باویلا حالا ماده 2 قانون مدنیمون چه کار کنیم. بعدم سازمان مالیاتی یا قوه مجریه در ایران به دلیلی که پاسخگو نبوده و نیست، هیچ روشی نیست مجلس هم در یک نظام پاسخگو جرأت نمیکنه بخشنامه‌ای بده که دیوان سر تا پاش رد کنه. به نظر من اگر یه بخشنامه میتونه سر تا پاش رد میشه، دیوان باید اون مسئول محاکمه کنه، مؤاخذه کنه. چرا؟ چون با حقوق مالیاتی مردم بازی کرده. شما ببینید دیوان عاطل از سرمایه گذاری 30 سال توی مملکت پذیرفته نشده، یهو دیوان میاد یه رأی میده با یک استدلالی میگه آقا شما بیخود کردید 40 سال بوده. هیچ کس نباید باشه واقعا 40 سال با حقوق مالیاتی بازی کرده. به نظر من اشکال داره. جا. امیدوارم که قوه مجریه یا سازمان مالیات ستانی یه اتاق فکری داشته باشه که از قبل بشینن ببینن لایه رو خودشون دادن. پس نه. از الان یه تیم بذارن بگن خب اگر این قرار شد تصویب بشه ما کجاش باید آیین‌نامه‌اش رو درست کنیم، نه اینکه بذارن مثل مالیات حقوق دو ماه طول بکشه که مالیات حقوق بدن بعدن بلافاصله بعدش چیزی که عوض. یعنی دیوان میگه مثلا حق مسکن و سه نقطه، آقایون سه نقطه رو میکنن دو نقطه، بعد میگن دو نقطه غلط میکنن یه نقطه. این نشون میده که دارن با هم بازی میکنن، توجه نمیکنن که این وسط بازی که میکنن به ضرر معدی مالیاتی، یعنی حقوق معدی رو یا حقوق مالیاتی شهروند دارن انگولک. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما. من فقط یه قول از شما بگیرم و بعدش خداحافظی کنیم. همیشه من اول لایوم گفتم قبل از اینکه شما تشریف بیارید، گفتم که من افتخار دارم در خدمت استادی هستم که تو بحث تاریخ شناسی مالیات ایران واقعا نامبر وانه و همیشه من این موضوع رو جاهای مختلف هم مطرح کردم و افتخار کردم که حالا میشه تو کلاسای شما حضور داشتیم. میخوام اگر حالا جلوی 350 نفر یه قولی از شما بگیرم رو همین بحث تاریخ شناسی مواد مالیاتی. بالاخره ما یک همیشه شما لطف داشتید فایل هاتون مطالبتون همین لایو بسیار ارزشمند در الان در سریع ترین زمان ممکن ما افتخار داشتیم در خدمت شما باشیم. یه وقتی هم بذارید، شما همیشه علاقمند هستید، یه وقتی هم بذارید، البته قبلا کلاساتون همیشه رفرنس دادید بابت بحث تاریخچه مالیات و این مواد قانونی قبل انقلاب بعد انقلاب چی بودن به چه شکل تبدیل شدن و اینا، ازتون خواهش میکنم یه حالا نوشته ای یا یه موضوعی رو. من در خدمتتون هستم. من یه دونه کتاب تو بازار گیر آوردم یه زمانی که کتاب آقای سمیشی آرام این بود، ایشون تا قبل از انقلاب قانون مالیات ها رو جوری نوشته که مثلا ماده یک که 10 بار عوض شده 10 بار اینجوری هم کرد. آه بله، جز یکی از بهترین منابع مالیاتی کشور. من همین با پول خودم اسکن کردم رو سایت ها گذاشتم، حالا میتونم براتون بفرستم، برای همه بفرستم، قسم مالیاتی هم دادم. من اونجا یاد گرفتم که مالیات احتمالاً یک شأن نزولی داره مثل قرآن. ببین وقتی ما میگیم قرآن میخونیم آیه ها رو، اینایی که متخصصا میگم ببینید شأن نزولی قرآن 6600 آیه داره که 2000 تا شأن نزول داره، بقیه‌اش به اصطلاح دستورات عمومیه. اون 2000 تایی که شأن نزول داره روش دعوا کمتره چون مشخصه راجع به چی بوده. قانون مالیات بعضی از موادش شأن نزول داشته یا دارد. کجا میتونیم بریم پیگیری کنیم؟ باید بریم تو مذاکرات مجلس. اولین لایه رو میخونیم، بعد میریم تو مذاکرات ببینیم چه بحثایی شده. من به دوستان توصیه میکنم هیچ ایراد نداره 2000 تا مشاوره مالی بده، ولی بریم بخونیم دیگه. چون اگه ما نتونیم این اطمینان رو جلب کنیم، معدیا رو جلب کنیم که ما دانش داریم، هیچ کس سراغ هیچ کدوممون نمیاد. ما اونم که در خدمت. بسیار دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید، ممنون و متشکر هستیم. حالا دوستانی که 300 و بین 300 تا 360 نفری که به صورت آنلاین ما رو دیدن خیلی ازشون تشکر میکنیم، باعث افتخار بود که در خدمت شما بودیم. خیلی خیلی من به شخصه خیلی زیاد یاد گرفتم و میشه گفت سر و ته قانون جدید و تا حدی نسبی میشه گفت که متوجه شدیم با مطالب ارزنده‌ای که شما فرمودید. اگر صحبت پایانی و خداحافظی رو میسپاریم خدمت شما. متن لایحه و متن مالیات
لایه آیدی سرمایه هر دو در شبکه اجتماعی موجود. دوستان میتونن هم برن توی مجلس فکر مجلس نگاه کنن، هم میتونن توی سایت ها هست. اینه بخونید لطفا، چون شما اگر فعال برخورد نکنید، مطالبه گری نکنید، خود دولت در تو خودش باید میتونید تحصیل بکنید بیاره. ولی شما اگر دیدید یه جای اشکال داره به نقد، نقد منطقی البته ها، این ما در مورد قانون نباید بگیم به نظر ما، باید بگیم که به نظر میره دسته، یعنی بگیم اینجاش مثلا با منافع اقتصادی تعارض پیدا، اینجاش مثلا با منافع او بگیرا تعارض پیدا. بیاییم بخونیم واقعا. الان هر دوتاش تو شبکه ها موجوده، بخون. ببین الان تو شبکه رو افتاده که مالیات خودت برده است که لوگ کردن، در حال که اصلا نیست، تو این لایه هست هنوز که اجرا نشده. درست، بسیار عالی، خسته نباشید خدمت شما همه دوستان. متشکرم، خسته نباشید و منو خدا بزنید. خدا خدا نگهدار.